امروز چهاردهم آذر بر اساس فراخان کاربران شبکه های اجتماعی روز اتحاد، اعتصاب و انقلابه روزی که مردم کرکره مغازه ها رو در بسیاری از شهرها پایین کشیدن و وضعیت خیابون چیزی شبیه به آرامش قبل از طوفانه طوفانی که به گفته کاربران قرار از بنیان چیزی را عوض کنه جمهوری اسلامی رو برای اطلاع رسانی در مورد امروز و البته دو روز آینده یعنی 15 و 16 آذر پوسترهای بسیاری منتشر شد شخصیت های شناخته شده که زیادی از فراخان حمایت کردند و از همه مهمتر در زندان از پشت میله ها دست های زیادی به سوی مردم دراز شد امروز همون روزیه که مردم وعده داده بودند به خیابون میان و تا یک قدم دیگه جلو نرن به خونه بر نمیگردند کاربری اینطور نوشته هیجان بالا امید زیاد ترس کم بریم واسه یک سه روز رویایی برای جبران انقلاب پنجا و هفت و کاربری که میگه از این بهترم مگه میشه روزها اعتصاب شبها اعتراض اول انقلاب بعدش آزادی نویسنده این توییت هم با طرح سوالی دو گزینه را مطرح کرده و نوشته کدوم رو انتخاب میکنی زندگی در شرایطی که هر روزش بدتر از دیروزشه و با کمترین آزادی سرنوشتی جز افسردگی نداری یا زندگی در شرایطی که آزادی و برابری داری و میتونی آرزوها تو تبدیل به واقعیت کنی این کاربر در آخر میگه گزینه ای که انتخاب کردی قفلش با اعتراض و اعتصاب تک تک ما باز میشه از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان اعتصاب شکل گرفته که کاربرها یکی از مهمترین ویژگی‌های های اون رو گستردگی توصیف می کنن. برخی هم با توجه به گزارش ها و تصاویری که در رسانه های اجتماعی منتشر میشه معتقدند که این دور جدید اعتصاب ها فراگیرتر خواهد بود. کاربران از همه میخوان که از این اعتصاب ها حمایت کنند. کاربری نوشته با سه روز تحریم خرید هیچ کس از گرسنگی نمرده و از بیلباسی یخ نزده اما نتیجه سه روز تحریم تو اینو به همه میفهمونه که ما اکثریتیم ما متحدیم ما پشت همیم ما بیشماریم و مطمئنیم که به اهدافمون میرسیم کاربر دیگه هم میگه اعتصاب داره رنگ و بوی جدیدی به خودش میگیره رنگ و بوی اتحاد ممکنه همه نتونن بیان کف خیابون برای اعتراض اما با اعتصاب دارن نشون میدن که از جمهوری اسلامی متنفرن شماری از کاربران در جواب به واکنش کاربران طرفدار حکومت که نوشتن هر اقدامی برای اعتصاب باید با واکنش بسیار تند مثل لغو مجوز یا پلم مواجه بشه به این نکته اشاره میکنند که اعتصاب حق مدنی و قانونی هر شهرونده محسن برهانی وکیل دادگستری در توییتی نوشته از نظر حقوقی اعتصاب نوعی ترک فعله که هیچ عنوان مجرمانه ای به اون تعلق نمی میگیره. ظاهرا برخی حضرات با اصل اعتراض مشکل دارند چه فعلش و چه ترکش و کاربری که میگه تلقی غیرقانونی بودن اعتصاب که دههاست در ایران حاکمه باعث شده که حتی کارشناسان علوم سیاسی هم درک دقیقی از مفهوم اعتصاب نداشته باشند اعتصاب یک کنش اعتراضیست است برای اعلان اعتراض نه یک کنش شورشی برای رسوندن آسیب به طور کلی مهمترین نکته ای که کاربرها در اون با هم اتفاق نظر دارن اینه که اعتصاب به علاوه اعتراض مساویست با پیروزی کاربران می شاید این اولین بار این حجم از همبستگی و همدلی بین مردم در جریانه و نهایتا کاربری که نوشته در سه روز چهاردهم پانزدهم و شانزدهم هم آذر همچون یک قهرمان پرش سگام انقلابمون رو از مانعی دیگه عبور خواهیم داد و به لحظه اوج آزادی نزدیک تر خواهم شد در ادامه هم برمیگردم به همکارم سیمون